سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی. به عنوان متشبث شاکیان که حکومت برای رشد فعالیت‌های اقتصادی آنان هیچ همکاری نکرده است. آنان میگویند که اکنون با مشکلات زیاد روبرو اند که در این مورد هم حکومت اقدامی نکرده است. وزارت اقتصاد هم تا حد مشکلات این بانوان را تایید می‌کند. نماینده مقیم برنامه‌های توسعه ملل متحد در افغانستان میگوید این سازمان در تلاش است تا اقتصاد جنگ افغانستان را به یک اقتصاد سال متحول سازد. آقای دارداری در یک گفتگوی ویژه با آریانا نیوز همچنان تاکید می‌ورزد که تقویه روابط بازرگانی افغانستان با همسایه‌هایش روند صلح افغانستان را نیز کمک خواهد کرد. وی همچنان از مبارزه جدی این سازمان برای جلوگیری فساد در پروژه‌های توسعه خبر می‌دهد. شرکت موترسازی رنوی فرانسه در گزارش از کاهش فروش محصولات خود در 6 ماه اول سال جاری میلادی خبر داده است. در این گزارش آمده که تا ماه جون 2019 این موترسازی در مجموع 1,940,000 موتر فروخته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 6.7% کمتر شده است. میزان متوسط کاهش فروش در کل صنعت موترسازی در این مدت 7.1% تخمین زده شده است. این گزارش همچنان به کاهش حدوداً 28% فروش این موترسازی در مناطق خاورمیانه، هند و آفریقا اشاره کرده که یکی از دلایل اصلی آن خروج رنو از ایران در پی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران بوده است. بر اساس این گزارش در ترکیه و آرژانتین خرید محصولات این موترسازی فرانسوی به ترتیب حدود 45% و 50% در مقایسه با سال پار کمتر شده است. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث امروز هم در رابطه با افتتاح بزرگترین نمایشگاه میان افغانستان و ازبکستان که چند روز است دوام داره و اینجا برای بحث بیشتر قیس محمدی استاد دانشگاه با ما هستن. استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. علیکم سلام، تشکر. سلام باشین استاد. بزرگترین نمایشگاه میان افغانستان و ازبکستان چند روز پیش افتتاح شد که در حال حاضر هم جریان داره. دقیقاً چی فکر میکنید که چقدر میتونه که بر محصولات افغانی موثریت داشته باشه و گفته میشه که تعداد از تفاهم‌نامه ها و قراردادها نیز در این نمایشگاه به امضا رسیده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روابط تجارتی بین ازبکستان و افغانستان از چندین سال به این طرف آهسته آهسته رو به رشد است. از یک طرف واردات از ازبکستان حدود 600 تا 700 میلیون دلار در یک سال میشه و این مبلغ را هر دو جانب تصمیم دارن که به حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار افزایش بدن. به خاطر همی از چند سال به این طرف تفاهم نامه بین هر دو جانب امضا شده میره تا ما بتانیم از یک طرف صادرات افغانستان را به ازبکستان افزایش بدیم و از طریق دیگه بتانیم که واردات نه تنها از واردات ازبکی بلکه واردات چین هم از رای ازبکستان به افغانستان سهولت ببخشیم. اگرچه در راه‌های مواصلاتی به اونجا خصوصا در قسمت استفاده ازبکستان به نیست یک کشور ترانزیتی به افغانستان چالش ها و مشکلات وجود داره، ولی ممکن که با افزایش تجارت و با امضا کردن تفاهم نامه ها این چالش ها هم آهسته آهسته از بین بره. مثلا اشراک بکنه فکر کنم برنامه ریزی ها وجود داره، ولی به خاطر از اینکه ما با یک برنامه بهتر حرکت کنیم لازم است افراد مشخصا بالای کشورها کار کنند. یعنی نمیشه ما از یک متخصص به خاطر بهترسازی روابط ما با تمام کشورها در منطقه استفاده کنیم. متخصصین باید کشورها را مطالعه کنند، برای هر کشور یک متخصص تجارتی باشه، از سفارتی که در کشورهای دیگه داریم، از اتشای تجارتی که در او کشورها داریم از اینا استفاده کنیم تا هر دو جانب اهدافشان بر روی یک صفحه بیاید و مشخص شود که هر دو طرف چی را میخواین از یکی دیگه. ما اگر بتانیم که از طریق سفارتهای خود، از طریق اتشای تجارتی، از طریق مشاورین تجارتی و از طریق متخصصینی که اینجا کار میکنن اهداف تعیین و مشخص کنیم، باز میتونیم به امرای یک پکیج خاص به اونجا بریم و تقاضای خود بگوییم، هم از نظری که تا
تعرفه ها را ما چقدر کاهش میدیم، محدودیت های تجاری را ما چقدر کاهش میدیم، در قسمت ترانزیت چی سهولت ها را به هم میتونیم فراهم بکنیم، به این شکل در قسمت صادرات چه کرده میتونیم، در قسمت گمرکات به امرای هم چی تبادل ارقام کرده میتونیم نمیتونیم. از این طریق من فکر کنم کشورها بسیار خوب میتونن با هم نزدیک شوند نسبت به اینکه به تفاهم نامه و توافقات چندین جانبه توجه شود. استاد گفتم میشه از جمله اقلام صادراتی که ما به ازبکستان داریم، حالا بیشتر سنگ‌های قیمتی به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه، چقدر میتونه که روی این بخش تمرکز جدی شود در افغانستان؟ یعنی چقدر میتونیم ما کار بکنیم و بیشتر صادرات بعد از این به ازبکستان داشته باشیم و از لحاظ ترانزیتی ما چقدر چالش داریم با ازبکستان؟ کدام راه ها میتونه که راه کوتاه باشه و کم هزینه بر بازار کنه؟ اگرچه در افغانستان ما هنوزم بسیار زود دیر کردیم، ناوخت کردیم ای که از محصولات معدنی خود استفاده کنیم. محصولات معدنی امروز از طریق گروه های مخالف کشیده میشه، استخراج میشه، به منبع پول به اونا تبدیل شده. به شکل به مردم های غیر مسئول یک منبع بسیار زیاد خوب پول است، اونا به صورت غیر مسلکی استخراج میکنن میبرن. لازم بود حکومت افغانستان دهه قبل این کار شروع میکرد، با آغاز حکومت ابتدایی در افغانستان بعد از سال 2001 باید استخراج معدن شروع می شد. امروز ما متخصص می بودیم در قسمت استخراج معدن در افغانستان، ولی متاسفانه دیر شد. امروز هم فکر کنم وقتش است که وزارت معدن افغانستان بالای حداقل استخراج معدن کوچک کار کنه. امروزه تو در راپورها وجود داره که حدود 100 معدن استخراج میشه، 100 معدن تمامش کوچک هستن، این بسیار زیاد کم است. ما باید معدن بیشتر استخراج کنیم، خصوصا اون معدنی که برای ما سنگ های قیمتی میته و برای ما فلزات قیمتی میته و ارزش بیشتر. بله، اینا ارزش بالاتر دارن. ایواز ازی که ای بره به جیب مردم اشخاص خصوصی چه خوب است که بیا به حکومت و اینجا بالای تمام مردم به صورت مساویانه هزینه شود، تا در افغانستان از یک طرف فقر و بدبختی و بیکاری و عدم تساوی عاید از بین بره و از طرف دیگه حکومت بتونه که روی پای خود استاد شود. در قسمت صادرات همی اقلام ما مارکت های بسیار خوب داریم و در قسمت پروسس ازی تابال در افغانستان پروسس کننده های خرد هستن که اینا سنگ های کوچک را پروسس میکنن و از این زیورات خوب میسازن، ولی لازم است که در قسمت پروسس از این سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره تا ما در داخل افغانستان بتانیم که از از سنگ هایی که رنگ استخراج میشه رنگ بکشیم، از اون سنگ هایی که ما میتونیم زیورات بسازیم زیور ساخته شود، سنگ هایی که به خاطر تعمیرات و انسال هم استفاده میشه، یعنی به صورت معیاری تمام از این کار شود تا به امروز ازبکستان. استاد شما قبلا از عدشه های تجارتی اشاره کردین، چقدر میتونه که در نقش ایجاد نمایشگاه ها کمک بکنه؟ چون نمایشگاه بزرگ بین ازبکستان و افغانستان است، یک مدت خیلی طولانی بود که روش کار جریان داشت که باید برگزار بشه، یعنی خیلی وقت گرفت. یعنی چقدر میتونه که این عدشه ها کمک بکنه که ما بتونیم که با فاصله بسیار کم نمایشگاه ها را برگزار بکنیم در کشورهایی که ما میخوایم اقلام صادراتی داشته باشه؟ اصلا عدشه تجارتی و اهداف دیپلماتیکی که در کشورهای دیگه وجود داره، اینا یگانه وسیله مؤثر در قسمت ایجاد روابط خوب تجارتی بین امی کشورها هستند. وظیفه اصلی امی مردما در وزارت خارجه ای است که از یک طرف اینا اقتصاد بفهمن، مطالعه کرده باشن، روابط تجارتی بین کشورها رو بفهمن، از طرف دیگه بتانن که بین هر دو کشور اهداف را موازی بسازن. مشخص است که کشورها در سطوح مختلف فکر میکنن. افغانستان معمولا به فکر ازی است که چطور میتونه بر خود مارکت های خوب وارداتی و مارکت های خوب صادراتی بسازه، حالان که کشورهای دیگه با اهداف دیگه شاید وارد مارکت افغانستان شه. مثلا ای که اونا بخواین اینجا مستقیما سرمایه‌گذاری کنن یا به خاطر کشور خود نیروی کار خوب اونا استخدام کنن. امی اتشه ها مسئولیت ازی را دارن که هر دو کشور خوب مطالعه بکنن و فرصت هایی که بین کشورها وجود داره اینا را بیارن روی ورق، بر هر دو طرف ای را مکالمه بکنن، هر دو طرف را بخواین یک جا بسازن، تا بالاخره ما بتانیم که به این اهداف برسیم. به خاطر رسیدن به این اهداف معمولا لازم است که کشورها
در سطوح وزارت ها، در سطوح سفارت ها با هم بشینن، نشست کنن و با هم صحبت کنن که چگونه میتونن با یکدیگر رابط اقتصادی را افزایش بدن. من تاکید من روی رابط اقتصادی و خصوصا تجارت بین دو کشور به خاطر ازی بیشتر است که ارقام نشان میده به هر اندازه‌ای که تجارت در یک منطقه رشد کنه، دو منطقه کار آفرینی میشه، کار افزایی میشه، دو منطقه فقر از بین میره، بدبختی از بین میره و رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه. حالا صدام این مورد که شما دارین اشاره میکنین در وضعیت کنونی که افغانستان از یک وضعیت مبهم است، یک مدت خیلی طولانی میشه، چقدر این مورد دقیقاً تحقیق شده یا چقدر فکر شده؟ فکر کنم که از چند سال به این طرف روی زی کار میشه که باید صادرات افغانستان افزایش پیدا کنه و واردات افغانستان آهسته‌آهسته معیاری شوه. در قسمت معیاری شدن واردات اگرچه اقدامات جدی صورت نگرفته، مثلا وزارت مالیه، گمرکات از جمله اداراتی است که اینا مسئول امنیت غذایی افغانستان هستند. به این معنا که هر جنسی که وارد افغانستان میشه اینا مسئولیت دارن که از نظر کیفیت مطمئن بسازن که جنس با کیفیت وارد افغانستان میشه. اما متاسفانه تابال گمرکات افغانستان لابراتوارهایی نداره که بتونه همین تثبیت را بکنن که جنس که وارد میشه از چی ساخته شده، چی داره، چی نداره و با کدام کیفیت وارد افغانستان میشه. اما در قسمت صادرات کارهای صورت گرفته. اگر امکانات وجود داشته باشه روی بانک صادراتی افغانستان کار شوه کی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در قسمت صادرات و باعث ازی شوه که برای صادر کنندگان ما بتانیم قرضه آسان، سهل و آنی فراهم بکنیم، میتونه که در قسمت رشد صادرات افغانستان بسیار زیاد مفید واقع شوه. اگرچه در قسمت های دیگه مثلا در قسمت زراعت افغانستان که چندین دفعه یاد کردیم خوشبختانه آل فنز و پول گذاشته میشه و روی زی کار شده، یک اقدام بسیار زیاد نیک بودن. تا چه حد استاد روابط ما با ازبکستان خوب است و چقدر میتونیم که از طریق ازبکستان ما بتونیم اقلام صادراتی خود به چین برسانیم و از چین به کشورهای دیگه، یعنی فراتر اگر فکر کنیم، چون بازارهای ازبکستان فکر کنم که بازارهای کوچک است و چقدر میتونیم که روابط بیشتر اقتصادی داشته باشیم با کشورهای دیگر؟ یعنی از طریق ازبکستان. دقیقاً من فکر میکنم که افغانستان برای کشورهای منطقه و حتی کشورهای دنیا در اروپا و امریکا مسئولات به خاطر فروش داره. افغانستان کشور نیست که هیچ چیز برای فروش نداشته باشه. ما مسئولات بسیار زیاد خوب به خاطر فروشات خود داریم. مثلا اقلام زراعتی ما تابال اقلام جی ام او نیستن، یعنی جنتیکس ازی تغییر نکرده، اقلام طبیعی است و در تمام دنیا تقاضا برای خود داره. به می شکل یک تعداد زیادی از محصولات زراعتی ما به خاطر ادویه استفاده میشه که هم مارکت خود داره. ما برای فروش داریم اجناس، ولی مهمی است که ما همین مارکت ها را هدفمندانه مطالعه بکنیم و به خاطر رسیدن به این مارکت ها، به خاطر رساندن اجناس ما به این مارکت ها کار بکنیم. نه تنها ازبکستان بلکه تمام کشورهای منطقه میتونه بر افغانستان بازار خوب بر صادرات باشه. خصوصا ازبکستان از جمله کشورهایی است که زیربنای کافی در داخل کشور خود داره و ما میتونیم که با استفاده از ازبکستان من حیث یک کشور ترانزیتی با کشورهای دیگه روابط خود بهتر بسازیم. مثلا میتونیم که از طریق ازبکستان صادرات خود را به چین افزایش بدیم. چین یک مارکت بسیار زیاد خوب برای محصولات زراعتی ما مثل زعفران و میوه خشک و امثال هم است. کافی است که ما همین راه ها را روش کار بکنیم، سرمایه‌گذاری بکنیم و افراد را تشخیص بکنیم، مشخص بسازیم که اینی مردم ها باید روی ازی کار کنن که ما چطور میتونیم از زیربنایی که در ازبکستان وجود داره بهتر استفاده کنیم. خصوصا در یرسه وزارت تجارت و وزارت مالیه بسیار خوب همکاری کرده میتونن که تیمای خاص را اینا در سطح گمرکات، در سطح وزارت تجارت و سکتور خصوصی بسازن و اینا را روان بکنن ازبکستان تا به اونا بهتر صحبت. استاد، یکی از شکایت ها همواره این بوده که بیشتر از اقلام صادراتی یا بیشتر از محصولات ما که در نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور به نمایش گذاشته میشه، یعنی اپدیت به روز نیست، خیلی تغییر نیامده از سالهای قبل تا حالا. چه شبه که ما بیشتر روی کیفیت و روی تغییراتی که
داریم فکر میکنیم، روی از او فکر کنیم و بیشتر یعنی خوبتر بتانیم مسئولات خود داشته. تا زمانی که ما در مارکت هایی که در اونجا تقاضا وجود داره حضور عملی نداشته باشیم و از اون مارکت ها ما عملا ارقام جمع نکنیم، خیلی مشکل است که ما بفهمیم که اون مردم چی میخواین. مثلا در افغانستان از چندین سال به این طرف بادام اینمی بادام است، خلاص دیگه تغییر نکرده. یعنی استاد دید شما چی است که چی بشه که ما به اون تقاضای روز تولیدات خود عرضه بکنیم؟ میم روی این موضوع. بادام در کشورهای دیگه شما برین عین بادام به 20 رقم فروخته میشه، یکیش نمک میزنه، یکیش سرخ میکنه، یکیش داغ میکنه، یکیش پوست میکنه، 10 رقم 20 رقم عین بادام فروخته میشه. ما لازم است از طریق سروی کردن مارکت ها که هم از طریق سفارت ها امکان داره و هم از طریق انستیتیوشن ها یا نهادهای تحقیقی امکان داره که برند اونجا تحقیق بکنن ببینن که اون مارکت ها به چه تقاضای بیشتر وجود داره. ما باز میایم اجناس خود به اون شکل پروسس کنیم، به اونجا روان کنیم. شما اگر صادرات کشورهای دیگر رو ببینین، برای هر کشور محصولات خاص صادر میکنن، یعنی به نحوی خاص محصول خود را دیزاین میکنن که تنها به اون کشور بره و حتی به خاطر ازی که بتانن این را بهتر صادر کنن، اینا برای خود در اون کشور شریک تجاری یا شریک تحقیقی میپالن، بعدا میرن تحقیقات میکنن، مطالعه میکنن و به اینا معلوم میشه که اینی طعم میوه را اونا بیشتر میخواین نسبت به طعمای دیگه و اونمو جنس بر اونا روان میکنن نسبت به تقاضای اون کشور. دقیقاً. مثلا چینایی ها بسیار خوب کار میکنن در عرصه. چینایی ها میان افغانستان مطالعه میکنن، میبینن که مردم اینجا بسیار علاقمندی با موبایل های داره که قرآن دو بلت ان باشه، موجود باشه و احادیث دو باشه. اونا میگیرن رینگتون از ایران قرآن میمانن، در پی دی اف هم دو میمانه، اپلیکیشن هم برش میمانه، روان میکنه در کل افغانستان فروشات میشه. به این شکل میخوایم بگیم که تحقیق کردن در مارکت هایی که هدف ما هست بسیار زیاد عمده و ضروری است. باید از طریق تحقیق بفهمیم که اونا به چه نوع و به کدام نوع پروسس و اجناس ضرورت دارند. خیلی سپاس قیس محمدی استاد دانشگاه از یک شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شما از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. و این هم قیمت طلا. و این هم قیمت مواد اولیه. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برامی بعد خدا نگهدار.